وقت شما بخیر. خوش آمدید به خبر امشب شنبه هفتم سرطان که برابر میشه با 27 جون. سرخط خبرها. تصمیم به خروج 4000 نظامی دیگر آمریکا از افغانستان. در صورت خروج نیروها سه گزینه مطرح است: خروج سربازان و حفظ معاهدهای مالی برای نیروهای افغان، آنها متضرر خواهند شد. موجودیت برخی اختلافها روی رهایی زندانیان طالب. نزدیک به 4000 زندانی طالب به خاطر اینکه خشونت ها کاهش پیدا بکنه او رها شد. جان باختن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل. دستور ترامپ به بازداشت شماری از معترضان آمریکایی. با آسیب دیدن تجارت‌های کوچک به دلیل کرونا. خوش آمدید، من بیژن آریان هستم. آمریکا 4000 سرباز دیگرش را تا خزان سال روان از افغانستان بیرون خواهد کرد. رسانه‌های آمریکایی و نقل از دو مقام بلندپایی این کشور می‌گویند که ترامپ در حال نهایی سازی طرح خروج 4000 نیروی آمریکایی از افغانستان است. از سوی هم حکومت افغانستان می‌گوید که کاهش نیروهای خارجی از 8600 تن بر بنیاد شرایط در کشور صورت خواهد گرفت. روحی دندشمند و این مهم پرداخته. در حالی که تنها 4 ماه از زمان تعیین شده در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان برای خروج سربازان این کشور از افغانستان می‌گذرد، اما رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که از 8600 نیروی باقی مانده این کشور در افغانستان 4000 دیگر آن را نیز تا خزان سال پیش رو خارج کند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از دو مقام اداری این کشور گفتند که در حال حاضر ترامپ روی نهایی سازی این طرح کار می‌کند. اما کاهش نیروها چی تأثیر روی وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بر جا خواهد گذاشت؟ در صورت خروج نیروها سه گزینه مطرح است: خروج سربازان و حفظ معاهدهای مالی برای نیروهای افغان، آنها متضرر خواهند شد اگر ما حمایت مالی من را قطع کنیم. اما حکومت افغانستان کاهش نیروهای آمریکایی را در مناسبات کابل و واشنگتن بی تأثیر می داند. اساس روابط دو کشور بر اساس ارقام و تعداد نیست. ما یک رابطه دوامدار، استراتژیک و مستحکم با متحدین خود داریم. با خروج 4000 نیروی دیگر آمریکایی از افغانستان، تنها 4600 نیروی این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند که پایین ترین سطح حضور این نیروها را از زمان ورود به افغانستان نشان می دهد. ممکن سطح نیروهای آمریکایی تا خزانه پیش رو بر بنیاد راهبرد این کشور به کمتر از 5000 برسد و به گونه عملی ممکن شماری از پایگاه های نظامی خود را بسته کند. پیش از این فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی گفته بود که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان وابسته به عملی شدن کامل تعهدات طالبان خواهد بود. حکومت از رهایی نزدیک به 4000 زندانی طالب از زندانهای کشور خبر می‌دهد. می‌گوید که تمامی گام‌های لازم برای شروع مذاکرات میان افغانی را برداشتند. سخنگوی ریاست جمهوری اما افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان را ناامید کننده می‌داند و می‌گوید که طالبان با بیشتر ساختن خشونت‌ها فضای جاری برای صلح را آسیب زدند. در همین حال منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که حکومت با رهایی کم و بیش 100 زندانی طالب مخالفت دارد و این کار روند رهایی زندانیان را با تأخیر روبرو ساخته. شاپور فرهمند. پس از تأکید جامعه جهانی بر رهایی هرچه فوری زندانیان از سوی حکومت و طالبان برای شروع مذاکرات میان افغانی، اکنون ریاست جمهوری آمار درشت از زندانیان طالب را همگانی می سازد که از زندانهای کشور رها شدند، چیزی که نزدیک به 4000 تن است. نزدیک به 4000 زندانی طالب به خاطر اینکه خشونت ها کاهش پیدا بکنه او رها شد، خاص به خاطر اینکه مذاکرات مستقیم آغاز شوه و همچنان مردم افغانستان شاهد برقراری صلح و
ختم جنگ در افغانستان باشد. گروه طالبان هم گفتند که بیش از 600 زندانی حکومت را آزاد ساختند، اما منابع میگویند که حکومت افغانستان با رهایی آن شمار زندانیان طالب مخالف است که در طرح حمله های مرگبار در کشور دست دارند و این کار روند رهایی زندانیان را کند ساخته است. ملت افغانستان و دغرنگ خارجان در طول پدیه بندی دیه چی خلاص دیسی زفکر نکم چی حکومت پدیه بندی لطنگار بکی. در سوی دیگر آمار دفتر شورای امنیت ملی نشان می‌دهد که در یک هفته گذشته از اثر حملات طالبان در 14 ولایت کشور 21 غیر نظامی جان باختند و 31 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. سربازای ما یک بلند است. این شغل هم شما آمده بود. سربازای ما ستاری چیخ می‌زد که بیا پنجاب پیش شوین که معلومش کنیم. تبرز خیلی ناامنی شده. جای نیز برششتن، برگشتن. افزایش خشونت ها از جانب طالبا ملت بزرگ افغانستان را سخت نگران ساخته است. تداوم خشونت ها فضای اعتماد برای آغاز گفتگوهای صلح را خدشه‌دار خواهد کرد. انتظار می رود که نخستین دور گفتگوهای میان افغانی در جریان ماه آینده میلادی در دوحه برگزار شود. اما شرط اصلی این گفتگوها رهایی تمام زندانیان از سوی دو طرف گفته شده است. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی انفجار یک ماین جاگذاری شده در موترشان جان باختند. کمیسیون حقوق بشر میگوید که بانو فاطمه خلیل هماهنگ کننده ارتباطات این کمیسیون با تمویل کنندگان و احمد جاوید فولاد راننده در این انفجار جان باختند. ریاست جمهوری، سازمان عفو بین الملل، یوناما، سفارت آمریکا و سفارت جرمنی این حمله را محکوم کرده و نیز تاکید بر بازداشت عاملان آن دارند. ادامه قتل‌های هدفمند و زنجیره‌ای در شهر کابل. بانو فاطمه خلیل، امان کننده ارتباطات با تمویل کنندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر و احمد جاوید فولاد، راننده این کمیسیون، در انفجار ماین کارگزاری شده بر موترشان جان باختند. از حکومت افغانستان تقاضا داریم که هر چیز زودتر عاملین قضیه را شناسایی بکنند، نتایج تحقیقات را با کمیسیون مستقل حقوق بشر و مردم افغانستان شریک بسازند. رئیس جمهور غنی این حمله را جنایت بشری خوانده و آن را خلاف رویه تعهدات صلح دانسته است. عفو بین الملل، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان و سفارت‌های آمریکا و جرمنی نیز این حمله را محکوم کرده و خانه به کیفر رساندن عاملان این رویداد اند. با این حال حکومت افغانستان عملی نمودن یک طرح جدید امنیتی در شهرهای بزرگ را بر رهبری امرالله صالح امروز آغاز کرده است. در چپ امنیتی سکتور که سالی سب مسئولیتون سپارل شوی دی، نو هغه و بشتورزی در افغانستان در خلکو خب پیاد دی کلا چه محترم سالی سب در افغانستان در کورنی و چرو در وزارت سرپرستو. در جرمون و سطح پلوی خارونو که سفر تخکت شو و در پولیس و امنیتی زواکون و حیثیت او وقار پا به سابقه دول پورت تلو. در پلان عمل کابل که جدیدن تدوین شده، ما سر تأمین امنیت بهتر و سر دستگیری مجرمین بگونه جدی کار میکنیم. باشندگان کشور به این باورند که حکومت باید طرحهای عملی امنیتی را در کشور عملی کند، نه اینکه با افراز برخی ایستهای بازرسی موقتی و بدون نتیجه باعث ایجاد مشکل به مردم شود. در 24 ساعت گذشته 165 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. وزارت صحت عمومی میگوید که از مجموع 529 نمونه مشکوک 165 آن مثبت بوده است. به اساس آمار وزارت صحت عمومی کشور، در 24 ساعت گذشته 20 بیمار کووید 19 در بیمارستان های کشور جان باختند و 368 تن دیگر هم صحتیاب شدند. به این اساس رقم تایید شده مبتلایان به بیماری کرونا 30616، جان باختگان 703 و بهبود یافتگان هم به 10674 تن رسیده. اما در آمار امروز وزارت صحت عمومی مبتلایان و جان باختگان 24 ساعت گذشته در کابل ذکر نشده است. با این حال نبود امکانات به ویژه اکسیژن در بیمارستان‌های کووید 19 کشور و برخورد نامناسب پزشکان باعث انتقادهای تند شهروندان شده. باشندگان کشور با ابراز این مطلب میگویند که برخلاف آمار وزارت صحت عمومی روزانه تا 30 تن تنها در کابل جان میبازند. به گفته شهروندان فساد و بیتوجهی در وزارت صحت عمومی باعث شده تا مردم به این نهاد بیباور شوند.
وزارت صحت عمومی میگوید که وضعیت بحرانی باعث برخی مشکلات در بیمارستان ها شده. سمی جوش. میلیون ها دلار پول نقد و چندین محموله صحی کمکی به منظور مبارزه با ویروس کرونا در کشور آمده است، اما نبود امکانات باعث شده است تا بیماران زیاد جان بدهند و عده هم روانه بیمارستان های شخصی با مصرف پول های هنگفت شوند. مردم میگویند برخلاف آمار وزارت صحت عامه، روزانه تنها تا 30 تن در کابل به دلیل نبود امکانات مانند اکسیژن جان میدهند. هیچ کمک دولت به معلوم نشد که به کی کرد، بر کی نداد. حتی بعضی وقتا مرده ها خرید و فروش میشد. په ننګرهار کې د ورځې 130 کس مري، یو قبر په 15000 افغانۍ غسل کیږي. شهروندان همچنان از فساد در وزارت صحت و بدرفتاری پزشکان نیز انتقاد دارند. ما باید حال اینجا 100 بستر می داشتیم، 200 بستر می داشتیم، کمی حال ما همینقدر مریض داریم. از مجبوری که ما هیچ بستر نداریم، به این خاطر مردم مجبور هستند در خانه های خود میمانند. مرض کرونا هست و وقتی که در شفاخانه های ملکی یا دولتی مراجعه میکنیم، در شفاخانه کنترل دکترها با مریضا قطعی وجود نداره. وزارت صحت عامه میگوید که این وزارت تعهد جدی برای ارائه خدمات به مردم دارد، اما چون افغانستان در بحران ویروس کرونا است، مشکلات در ارائه خدمات صحی وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان متعهد هست تا تلاش های شبانه روزی خود را برای عرضه هرچه بهتر خدمات صحی انجام بدهد. و افغانستان کشوری هست که در حالت عادی هم و مشکل روبروست و ما فعلا در بحران قرار داریم. پس از آن که سرپرست وزارت صحت عامه اعلام کرد که ویروس کرونا در کشور سیل نزولی پیدا کرده است، مردم هم تجمعات تشکیل میدن و توصیه های صحی را رعایت نمی کنند، در حالی که روزانه 10 تا 40 تن از شهروندان کشور از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان می بازند. سمجهش، آریانا نیوز، کابل. تا کنون هیچ دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور در ولایت قندهار فعال نیست. رئیس صحت عامه قندهار میگوید 5 دستگاه ونتیلاتور از پیش در این ولایت وجود داشت و پس از شیوع ویروس کرونا 2 دستگاه دیگر به قندهار فرستاده شد، اما به دلیل مشکلات تکنیکی هیچ کدام آن فعال نیست. با این حال نمایندگان قندهار در مجلس نمایندگان میگویند که به دلیل نبود دستگاه های ونتیلاتور بیماران کرونایی زندگیشان را از دست میدهند. نبود برخی پرزجات دلیل اصلی عدم فعالیت این دستگاه هاست. با وجود مصرف میلیون ها دلار برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور، تا کنون هیچ دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور در ولایت قندهار فعال نیست. هرچند 5 دستگاه تنفس مصنوعی از قبل در این ولایت وجود داشت و 2 دستگاه دیگر نیز پس از شیوع کرونا به قندهار فرستاده شد، اما هر 7 دستگاه موجود به دلیل نبود برخی پرزا و مشکلات تکنیکی غیر فعالند. اکثر ماشینون دغیل جو واغو 15 ماشینون لجملی څخه چې مخکې تر دې کرونا ورکولسي او هغه د استلاک سره مخکې، یعنی یو خدای چې هغه زړه ټکنالوژي ده بل داري چې هغه استلاک دې نږدې دي. مسئولان محلی قندهار نیز عدم فعال بودن این دستگاه را چالش جدی عنوان کرده و خانه حل آنند. دا وینتیلیټر ماشینا نورم ډیر سي چې د امروختیا وزارت لوري د امکاناتو مطابق ډاډ راکول سوی دي او هیلمن دي چې د وینتیلیټر ماشینا نستونزه راته حل سي. نمایندگان قندهار در مجلس نمایندگان میگویند که آنان بررسی هایشان را در مورد پول های کمک شده برای مبارزه با کرونا در قندهار آغاز کردند و چنین مشخص شده است که پول ها در جای مناسب به مصرف نرسیده است. په دې تاسف سره چې تر اوسه پورې یو وینتیلیټر هم په قندهار کې وجود نه لري، فقط یو دوا د نیوچلچران غیر مکمل استول سوي دي چې هغه برسي هم شروع شي ویل غیر مکمل استول سوي دا ول پروسه پر استفاده نه لسوي. په یو میاشت کې تر زر بالونه ډیر تنفسي د اکسیجن دبی سره مصرف سوي دي چې دا په ډیر لوی مقدار دي چې دا ماشینونه سره مرسته وسی ان شاء الله تر ډیر هدف مرسته به وکړي. این در حالی است که چند پیش پژوا گزارش داد که 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان قاچاق شده و رئیس این آژانس نیز ادعا کرد که بسیاری پزشکان حتی چگونگی استفاده از این دستگاه را نمی دانند. برکناری 4 کارمند ارشد بانک مرکزی خلاف قانون بانکداری است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان می گوید که رئیس بانک مرکزی به اساس یک رابطه سیاسی گماشته شده و اکنون برخوردهای غیرقانونی را با کارمندان بانک آغاز کرده است. از سوی هم معاون دوم بانک مرکزی که به تازگی برکنار شده میگوید که برکناریانان غیر قانونی است و در دادگاه‌های مختلف این مسئله را
تعقیب خواهند کرد. هرچند سخنگوی بانک مرکزی میگوید که برکناری این کارمندان به خاطر مبارزه با فساد صورت گرفته. شورای عالی بانک مرکزی کشور بر ریاست اجمل احمدی سرپرست این بانک چند روز پیش 4 کارمند ارشد بانک مرکزی به شمول معاون اول و معاون دوم را از کار برکنار کرد و دلیل آن را پرونده فساد گفته است. اما معاون دوم بانک مرکزی میگوید که برخورد رئیس بانک غیر قانونی است و آنان بعد دادگاه مختلف شکایت خواهند کرد. قانونی در افغانستان بانک به برکناری معاونین بانک شرایط خاصی را پیشبینی کرده که مطابق او شرایط باید حکم محکمه باشه. اتحادیه حقوقدانان کشور نیز برخورد رئیس بانک مرکزی را خلاف قانون بانکداری میدانند و تاکید میکنند که نباید چنین برخوردهای سیاسی صورت گیرد. معاونان در افغانستان بانک و ناظران در افغانستان بانک حق دفاع از خود را و حق ارائه نظریات خود را قبل از برکناری در محضر رئیس جمهور دارند. دیدبان شفافیت افغانستان هم از رئیس جمهور می‌خواهد تا با جنجال‌های سیاسی در بانک مرکزی خاتمه دهد. گمارش اخیر ریاست افغانستان بانک سیاسی بوده و به همین دلیل جدن پرسش برانگیز است. رئیس افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده. در افغانستان بانک در رئیس پتوگ در اجمل احمدی تاکنه یو لوی تیروتنه ده. لدی سره در افغانستان بانک په چارو کې زینی بی‌نظمی را رامسته شویدی. هرچند بانک مرکزی تاکید میکند که برکناری 4 کارمند ارشد بانک به دلیل مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است. د بانک سلور لور رتبه کارکون کی چې د اداري فساد په دوسیو کې فساد تورن دی لدند غوخه او د نورو سیرنو په موخه یی دوسی د لوی سنوالی محترم اداري ته لیگل کیږي. اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت بود که چندی پیش به دستور رئیس جمهور نامزد و سرپرست این بانک معرفی شد. آغاز دروس حضوری در دانشگاه ها در زمان در حال حاضر از بهر شیوع ویروس کرونا خطرناک است. برخی از استادان دانشگاه ها و دانشجویان میگویند در حالی که ویروس کرونا در کشور سیر نزولی خودش را آغاز نکرده، حضور همزمان ده ها دانشجو در یک صنف می تواند خطرناک باشد. بیشتر از این در گزارش. طرح وزارت تحصیلات عالی برای آغاز دروس حضوری در دانشگاه ها و مکاتب نگرانی میان استادان و دانشجویان خلق کرده است. بر اساس طرح وزارت تحصیلات عالی که به کابینه فرستاده شده است و اگر از سوی کابینه تصویب شود، دروس حضوری در 21 سرطان آغاز می شود. استادان میگویند هنوز گلیم ویروس کرونا در سراسر کشور به ویژه در شهرهای بزرگ هموار است و هر روز از شهروندان قربانی می گیرد. با توجه به این شرایط آغاز دروس حضوری خطر جدی است که اگر عملی شود، دولت قصداً در این وضعیت مردم را به دام کرونا می اندازد. قطعاً باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها در چنین شرایطی سبب گسترش و شیوع بیشتر ویروس کرونا در سطح جامعه خواهد شد. اگر خدای نخواسته شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه داشته باشه، میتونه که یک ریسک بسیار کلان باشه. دانشجویان میگویند بخش صحت کشور هنوز هم نمیداند که ویروس کرونا در چی وضعیت است و میزان خطرات آن تا چه اندازه کاهش یافته است. یک نفر میشه تعداد زیاده را بگیره و تعداد زیاده را که بگیره خانواده را میگیره و همتو باعث میشه که مرگ میره بیشتر به وجود بیا. دوبه لپسی براخه که زکا چه پیوسیم که مگه نوی او ترکه و پوری محصیلی نرو به هر سنف که طرح آغاز دروس حضوری وزارت تحصیلات عالی منتظر تصویب کابینه است. متخصصان پزشکی میگویند هنوز شرایط برای آغاز دروس حضوری آماده نیست. در صورت شروع شدن مکاتب و پوهنتون ها در همچو مقطع زمانی انتشار مرض کرونا را از یک شخص به شخص دیگر زیاد می سازد. بانک وزارت تحصیلات عالی و معارف روند و آموزش دروس از راه دور را آغاز کردند، اما بنا بر نبود امکانات به گفته استادان تجربه خوب در ایام فصل کرونا برای بخش آموزش کشور نبود. فشرده چند رویداد از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان خواستار زندانی شدن معترضان شده است که به مجسمه های مربوط با حامیان بردهداری در این کشور آسیب زدند. بر اساس این فرمان هر کسی که به مجسمه های موجود در فضای عمومی آسیب بزند باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد. تعدادی از مجسمه های مربوط با حامیان بردهداری در آمریکا در پی اعتراضات سراسری در این کشور برچیده یا مخدوش شدند.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید این کشور صدور ویزای آمریکا برای برخی مقام‌های حزب کمونیست چین را محدود خواهد کرد. به گفته آقای پامپیو این مقام‌ها کسانی هستند که در نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ نقش ایفا کردند و مقام‌های فعلی و سابق چین را در بر می‌گیرد. چین این اقدام آمریکا را اشتباه خوانده و خواستار لغو آن شده است. و این بخش هم خوش آمدید. 27 جون مصادف است به روز جهانی سرمایه گذاری. سرمایه گذاری های کوچک. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگویند بحران کرونا در کشور به ویژه بلخ بیشتر سرمایه گذاری های کوچک را آسیب زده و حتی ورشکست ساخته است. نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگوید که اگر از بخش سرمایه گذاری های کوچک حمایت نشود، بخش بزرگی از جامعه بیکار خواهند شد. بخش های کوچک و متوسط یکی از اعضای اصلی چرخش اقتصادی کشور و همچنین یکی از عوامل مهم در بقای اقتصادی و رفاه آن محسوب می شود. اما بحران کرونا در افغانستان به این بخش اقتصادی کشور آسیب فراوان زده. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ می گویند بسیاری از سرمایه گذاری های کوچک در بلخ ورشکست شده اند. متاسفانه شیوع ویروس کرونا، آمدن کرونا در ولایت بلخ و به قرنطین رفتن ولایت بلخ تاثیرات منفی زیاد بالای تمام تجارت ها در کل، خصوصا تجارت های کوچک داشتند. شماره از سرمایه گذاران در بلخ می گویند وضع محدودیت ها در این ولایت در 3 ماه گذشته سبب شد تا سرمایه هایشان را از دست بدهند. تقریبا این 4 ماه شد، 5 ماه شد ما دوکانهای ما بسته است. با حالت غریبی، با حالت ناداری ما همی دوکانها رو جور کردیم. خساره زیاد دیدیم، ایش هم سرمایه گذاری کردیم، اما ایش کدام واصل ندیدیم. مالی که داشتیم، مال ما هم ترپت شده و در خانه ما خودم خواب کردیم. اما اگر حکومت و جامعه جهانی از سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان حمایت نکنند، چی عواقب در قبال خواهد داشت؟ دوار هستم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جامعه جهانی یک کار دیگه از انجام بدیم تا تجارت های کوچک حمایت شوند. واحد های اقتصادی کوچک و مخصوصا متوسط نقش اساسی در رشد و تنوع اقتصادی در یک کشور را دارا هستند. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی و 70 پول. 1000 تومان ایرانی 4 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 462 افغانی و 1000 کلدار هندی 970 افغانی. چند رویداد کوتاه ورزشی. نور حسین بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان پیشنهاد باشگاه ساوتورن هنگ کنگ را رد کرده است. باشگاه فوتبال ساوتورن که در لیگ برتر فوتبال هنگ کنگ حضور دارد، برای نور حسین آفبک 23 ساله تیم ملی فوتبال کشور به تازگی پیشنهاد بازی کردن در این تیم را ارائه کرده بود که از سوی نور حسین رد گردیده است. نور حسین در حال حاضر عضویت باشگاه دارتفورد را در اختیار دارد و همچنان مایل است که فوتبال خود را در انگلستان ادامه بدهد. هفته 28 رقابت‌های سری آ ایتالیا با پیروزی پرگل 4-0 یوونتوس برابر لچه آغاز شد. در این دیدار برای یوونتوس میزبان پاولو دیبالا، کریستیانو رونالدو، گونزال ایگوان و ماتیاس دلیخت موفق به گلزنی شدند. با این پیروزی یوونتوس با 69 امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به لاتزیو 62 امتیازی همچنان جایگاه خود را در سطر جدول سری آ ایتالیا مستحکم کرد. وضعیت هوای فردا. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 26.
جلال‌آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26، کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. ممنون از همراهیتان، تا درود دیگر، بدرود.